مهربانوی دیگه ای نوشتن که یه دختر 16 ساله دارم. از سال پیش که امتحانات GCSE شروع شد دچار استرس شدیدی شد، به طوری که سر کلاس سرگیجه شدید همراه با لرزش و سردرد شدید می گرفت. چندین بار به دکتر مراجعه کردیم که هر بار می گفت مشکل خاصی نداره. امسال دوباره دچار استرس شده و هر روز گریه می کنه. هر چی باهاش صحبت می کنی فایده نداره، اعتماد به نفسش رو از دست داده. همش فکر می کنه همه در موردش حرف می زنن یا بهش نگاه های معنی دار می کنن. من خیلی نگرانشم، تو رو خدا بگین چیکار کنم یا اگه لازم است چطور میتونم باهاتون مشاوره حضوری بگیرم. دختر هنوز بچه است، نمیخوام مشکل برای آیندهش به وجود بیاد. نمیدونم، به نظر میاد که شما در انگلستان زندگی میکنین عزیزم. دختر 16 ساله برای GCSE معمولا وقتی که زمان امتحانات GCSE شون که میرسه این استرابات یه مقدار نرماله، استراب میگیره. اما حال و روزی که شما برای من نوشتی فراتر از یه حال و روز دختر نوجوون تو این سن برای امتحاناتش. نوشتین که بدتر شده، دکترا کاری نتونستن، گفتن هیچی نیست و امسال بدتر شده. میگه همش فکر میکنه حرف پشت سرش میزنن یا بهش نگاه های معنی دار میکنن. این یه مقدار از پرانویا میاد، یعنی ابهامات، توهمات. بعد ببینین آیا شما خودتون چقدر مشکل استراب دارین؟ آیا شما مشکل استراب دارین خود شما؟ آیا مشکل وسواس دارین؟ آیا از خانواده پدری و مادری این مشکلات رو دیده می شده؟ و آیا از این بچه توقع خیلی زیادی داشتین همیشه؟ و یا خودش از خودش خیلی توقع داره؟ آیا از دنیای پرفکشنیستی و یا کمال پرستی میایین شما؟ اگه این بچه از خانواده پرفکشنیست یا کمال پرست میاد، متاسفانه استراب شدید گرفته و اینا حمله های استرابه که به دخترتون داده میشه. شما حتما باید خودتون و دخترتون حتما کمک حرفه‌ای بگیرید با هر کسی که راحتین، چون حال روز پرانویا هم داره توش پیدا میشه، حال روز توهم هم داره پیدا میشه توش و این مسئله جدی، این مسئله رو باید جدی تر گرفت که چرا اینقدر به امتحان با امتحان مشکل داره و ترس شدید داره. این ترس شدید و اضطراب اختلالی از کجا داره میاد؟ اینا رو حتما عزیزم هر چه زودتر کمک حرفه‌ای بگیر با هر کسی که امکانش هست براتون. و این همونطور که نوشتی تو این سن نباید این همه استراب شدید داشته باشه و توهم داشته باشه. کمک حرفه‌ای خوب میتونه هر چه زودتر این عزیز دلتون رو و عزیز دل ما رو از این استرابات غیر واقعی بیاره بیرون و بتونه از زندگیش لذت ببره و اینقدر خودش رو گرفتار وسواس فکری. چون اگه الان جدی نگیرین ممکنه که این مسائل عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه. باید هر چه زودتر بیماری تشخیص داده بشه و علاج داده بشه براش. مواظب خودت باش عزیزم و خودتون و گود لاک برای